به نام خداوند بخشاینده و مهربان با سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما شاگردای خوب نازنین انشالله که خوب و صحتمند باشید خب شاگردای خوب رسیدیم به یکی دیگری از درسای فیزیک صنف هشتم جلسه 29 درسی ما که امروز مومنت قوه را میخوانیم خب شما در مورد قوه معلومات حاصل کرده بودین که قوه چی است همو یعنی به معنای چی هم قدرت توانمندی یا زور که بالای یک جسم وارد میکدین و شما همیشه در درس های قبلی را خوانده بودین که قوه را عموداً وارد میکدین یا تحت یک زاویه بالای چیزی وارد میکدین یا مثلا یک مترک باشه شورت را تیلا میکدین یا مارکر ای طرف بکشانم یک قوه کمی کار میشه که ما قوه را به شکل عمود وارد میکنیم یا تحت یک زاویه مثلا 65-75 درجه وارد میکنیم بالا ایسان. ولی تمام قوه ها خوبه می شکل نمیشه که کار ما اجرا شود با ای که قوه ما فقط با دست خود یا با تلا کردن خود وارد کنیم و کار اجرا شود یا ای که یک جسم از زمین میگیریم بلند میکنیم. یا از یک بلندی دوباره به روی زمین میمانیم. تمام کارهای ما به این انجام نمیشه یک چیز دیگه یا ما نیاز داریم مثلا شما یک بار فکر کنین اگه یک پیچ داشته باشیم ما او چه رقم باز کنیم. با دست خود دیگه او طرف تلا کنیم یا این طرف یا چه قسم به نظر شما آفرین اینال به این یک نوعیت قوه تغییر میکنه شکل دورانی پیدا میکنه شما وقتی که پیچکش میگیرین، این رقم چرخش نه؟ پس این قوه رو به شکل دورانی عمل کردین یا وقتی موتروانی در پشت موتر ششت است همین قسمت اشترینگ موتر وقتی دور میتنه این خونه میشه که اتو قوه عمود وارد کنه یا ایره این طرف تلا کنه یا این طرف قوه وارد بالای او دورانی هست تا ای که موترش حرکت کنه درست است؟ قوه دورانی وارد میکنه ایناله همی قوه دورانی رو به نام مومنت قوه یاد میکنن نامشه چی میگیم؟ مومنت قوه یا مثلا اینی تصویری که دادم شما بعضی وقت بعضی چیزا رو ببین اینی حلقه دورش متن تا ای که کارتان اجرا شد. دوران میتین. محور دوران داریم مومنت دوران داریم و قوه وارده ما قوه وارده را دیگه چی نمی کنیم؟ به شکل دورانی واردش می کنیم. تا ای که کار ما اجرا شوه خب اینالا اگر ما مومنت قوه را به شکل دورانی وارد کنیم پس چطور میتونیم همه قوه ما را دریافت کنیم واحدش چی از قوه چی است؟ و ای ارتباط به چی چیزا داره نظر به مثالایی که باز بر شما میتونم به او ارتباط داره ببینین مثلا این تصویری که بر شما نشان دادیم اینجا محل دوران است و اینجا قوه وارده شخص که دست خود گرفته قوه وارد کرده و قوه هم به شکل دورانی وارد شده این به نظر شما ارتباط به چی داره این قوه دورانی؟ یک بار فکر کنین یا مثلا وقت قوه دورانی دروازه رو وازه بسته میکنین قسمت پیچ دروازه نید دوران میکنه دروازه به دروازه خب چه وقت باز کردن دروازه برتان راحت تر است؟ از کدام قسمت دروازه بگیری؟ راحت تر است آفرین از اینکه که آخر دروازه بگیری قسمت ختم دروازه شما زودتر میتونید دروازه رو باز کنید تو از قسمت نصفش بگیری و را تلا کنید یکی به قوه وارده قوه ای که چقدر قوه وارد میکنی خود بستگی داره یکی دیگه به چی بستگی داره به اون قسمت فاصله ای که هست ببین فرمول مومنت قوه رو داریم مومنت قوه مساوی میشه قوه قوهی که خودت وارد میکنی مثلا ده نیوتن، بیس نیوتن، سی نیوتن ضرب در فاصله عمودی قوه از نقطه اتکا نقطه اتکا چی است؟ نقطه اتکا اونمون نقطه ای است که جسم به دورش دوران میکنه مثلا اینی نقطه اتکاست که دوران میکنه این من بعضی تصاویر دیگرم برتان نشان میتونم باز میریم سوالات حل کنیم خب بیاین به این قسمت فعالیت کتابتان ببینین فعالیت با هم یک جای میخوانیم دروازه سنفتان را باز کنید با قرار دادن انگشت دستتان به نقاط مختلف الف بی جیم کوشش کنید دروازه را بازتر کنید توجه کنید انگشت شما در کجا قرار می گیرد که دروازه راحت تر باز شود و چرا؟ این قسمت دروازه صنف ش... است یکی نقطه ای الف اینجا نقطه دوران است خب فکرتان باشه یعنی خط عکس که نقطه دوران است یعنی این زی طرف باز میشه یکی نقطه الف است یکی ب و دیگه ای که گفته نقطه جیم است خب اینجا پی نامگذاری کرده فرق نمیکنه نامگذاریش خب اینا یک دفعه بین از این خسمت بازش کنید، از آخرین حسه ای که دروازه باز میشه دفعه دوم بین از وسطش اگر دستگیره نداره در وسط شما با اما تو تلا کردن با دستتان در وسط دروازه باز بسته کنین و دفعه سوم بین نزدیک به همین نقطه دوران شوین اینجا در آخر دروازه دیگه باز کنین کدامش قوه زیادتری نیاز داره یعنی کدامش سختتر باز و بسته میشه خب اگه این فعالیت انجام بتین شما اگه دست نیستین در خانه می کار انجام بتین میبینیم که از این قسمت نزدیک به دوران اگه بگیرین دروازه سخت باز بسته میشه اگه از وسط بگیری باز کمک آسانتر میشه و اگه بیا در آخری در قسمتی ای که اینی آخر میشه که دروازه در اونجا راحت میشه یعنی قوه کمتری نیاز داری با اندک قوه دروازه باز بسته میشه در آخرش دیگه باید زیاد فشار بیتی دروازه را تا اینکه که بسته شود علتش چی بود گفتیم بستگی به یکی تو که دروازه را شمایی که تلا میکنین این ای رقم تلا میکنین زاویه 90 درجه میان شما و دروازه هست میان شما و دروازه زاویه چند درجه است؟ 90 درجه خب میگیم یکی خب قوه قوه که وارد کردی 10 نیوتن 20 نیوتن 30 نیوتن وارد کردی ضرب در فاصله عمودی از نقطه دوران نقطه دوران اینجا کجاست اینجا نظر به هر جسم فرق میکنه ما یک دفعه در اینجا رو میگیریم مثلا اینجا بگیریم 40 سانتی باز اینجا باشه 80 سانتی و آخرش باشه 100 سانتی بعد از اون ما میریم یک بار مومنت قوه را پیدا کنیم در اینجا ما قیمت ها میتون باز حلش میکنیم و دیگه که اینی قسمتتون رو بیم بگویم چرا برای باز کردن پیچ هایی که با دست باز نمی شود از رنچی که دسته آن دراستر است استفاده میکنن خب فکر کنید یک پیچ است ما یک بار با ای رنج استفاده کنیم بر باز کردنش یک بار با رنج در کدامش میتونی زودتر و راحتتر یا کمتر قوه مصرف کنی حتما میگین که دستیش درازتر باشه علتش چیز هر چقدر گفتم اینجا نقطه دوران میشه وسطی پیچ است و اینجا نقطه دوران است که دور میتی هر چقدر فاصله زیاد شوی کارت راحتتر آسانتر میشه و هر چقدر رنج کوتاه باشه سختتر میشه یا نیاز به قوه بیشتری داره این حال ما میاییم فرمول مومنت قوه رو نشنا میکنیم و برای قیمت ها شکل علف و ب و جیمش قیمت میتیم و حل میکنیم خب داشتیم فرمول مومنت قوه گفتیم مومنت چی را میگیم؟ قوه دورانی رو میگیم مومنت قوه مسایی میشد به قوه ای که خودت وارد کردی ضرب در چی؟ ضرب در فاصله عمودی قوه وارده تا به نقطه دوران فاصله عمودی خب در اینجا پایان می میکنم قوه وارده تا به نقطه دوران خب ای این حال قیمت میمانیم اگه این اینجا دروازه باشه این دروازه باشه یک دفعه دینی آخرش فکر کنین این دیسکی رو ماندیم دیگه شم در قسمت وسط و دیگه شم در آخر اینی نزدیک به نقطه دوران اینجا قسمتی است که پیچ دروازه است نه به دیوار که از دوران میکنه این رو رنگ رنگتر میکنم که باز بفهمین که از این طرف دروازه باز آواز میشه خب. فاصله های شام نوشته کنم خب از اینجا تا به اینجا از اینجا و ای خب اینی خط آخریش هست مثلا یک اشاری پنج متر ای از یک متر یا نوشته کنیم که یک متر و بیس سانت یک اشاری دو سفر متر و اینی فکر کنیم که یک متر باشه و اینی سفر آخر که نمیگیریم چون دق... مو یک اشاری بیس سانتی مثلا بیه یک متر یک و بیس سانتی و یک و نیم متر خب قوه ای که وارد کردیم ایناله مثلا ما باید اینجا عین قوه را اگه وارد کنیم بیایم ببینیم مومنت چند است این قوه را وارد میکنیم وگرنه اگر باید بر بسته کردن دیگه بازده اینی چه قوی زیادتر لازم میشه مثلا قویش باشه چند؟ ده نیوتن قوه برای دروازه باز کردن لازم است نوشتم نمیکنیم اینال مومنت قوه را در هر سه حالت میریم که پیدایش کنیم خب در اینجا مومنت اگر به ایم کلان نشان بتیم مومنت اولی مومنت همی فاصله کمتر است یک متر زر در ده نیوتن یک متر ضرب در ده نیوتن قوه ای است که ما وارد کردیم یک متر اینی فاصله است فاصله قوه وارده ای ما تا به نقطه دوران حالا اگر مومنت اولی پیدا کنیم یا ام یک مسایی میشه به ده نیوتن ضرب متر است درست؟ نیوتن ضرب متر نشتمه ام دو مسایی میشه به مومنت دومی ما چند است؟ اف ما هست ده نیوتن ضرب در یک اشاریه دو متر خب ام دو مسایی می شود ده ضرب در یک اشاری دو یعنی صفر یک خانه اشاری رو خلاص میکنه و میشه یک ضرب دوازده یک ضرب دوازده چند میشه؟ دوازده نیوتن متر خب یه علامت ضرب رو مگه نمانین باز فرق نمیکنه ام سه چند است اف ما یا قوه ما ده نیوتن ضرب در چی؟ یک اشار پنج پنج خب بازم مثل قبلا گفتیم چی میشه؟ یک صفر یک خانه اشاری خلاص میکنه یعنی مکمل اشاری از بین رفت یک ضرب پانزه پانزه نیوتن پانزه نیوتن زرب در متر خب در این اینجا من زیر هر کدامش رنگ سرخ بکشم و ام دو و ام یک ام یک ما رو پیدا کردیم ده نیوتن ضرب متر مومنت اولی ما مومنت دومی ما دوازده هست و مومنت سومی ما چند است؟ پانزه دیدین که هر چقدر اینجا شد مومنت ما قیمتش بزرگتر شده میره درست است؟ خوب شاگرد خوب اینی را شما میتونید در این قسمت دروازه را برتان نشان دادم به یک قیمت گذاری متفاوتی خودتان انجام بدین با سالا را قیمت تغییر بدین و بعد از دوباره برین سوال حل کنید خب اینا شما نتیجه چی بود از مومنت قوه یعنی بزرگی مومنت قوه به چی بستگی داشت و چی بستگی داشت به دو عامل یکی خب بزرگی قوه یعنی قوه بزرگتر مومنت بزرگتر را به وجود می آید اگر ما قوه را زیاد کنیم مثلا ما ده نیوتن کردم اون را نیوتن کنیم مومنت بزرگتر میشه اگر به جای ده نیوتن سی نیوتن ما از مزو کردم مومنت بزرگتر میشه یکی خود قوه را اگر بزرگ بسازیم یعنی قسمت اف اگر ما زیاد کنیم خود قیمت مومنت ما زیاد میشه و دیگه مربوط به چیست؟ فاصله نقطه ای که قوه به آن وارد می شود تا نقطه اتکا ببینید روی تخته این قسمت فاصله ای که قوه ای که وارد کردی تا به نقطه ای تو هر چقدر فاصله زیادتر باشه مومنت زیادتر میشه سیکو فاصله یکونیم متر بود مومنت پانزه شد فاصله یک دو بود مومنت دوازده شد فاصله چی بود یک متر بود مومنت ما ده یعنی که مومنت قوه رابطه مستقیم میان قوه و فاصله عمودی داره. اگر ما به طور سمبولیک نشته کنیم میگم مومنت قوه مساوی میشه به اف. ضرب در دی همون فاصله عمودی بگیریم دی. چون هر دو اینا در صورت هست مومنت با ای دوتا رابطه مستقیم داره. میگیم که اگر قوه زیاد شد مومنت زیاد میشه. اگر فاصله زیاد شد مومنت زیاد میشه این شد نتیجه گیریه از درس مومنت قوه خب شاگردای خوب درس ما در همین قسمت به پایان میرسد تا جلسه بعدی خداحافظ و ناصر شما